حالا از آینده موضوعی که برای همه جالب و جاذبه. در این ویدیو نگاهی خواهیم داشت به پیشگویی های خانم دیدم شرمان، یه طالبین اهل ترکیه. این خانم به ویژه پس از اینکه کودتای نظامی سال 2016 رو پیشگویی کرد، مورد توجه رسانه های ترکیه قرار گرفت. خانم دیدم همچنین موارد دیگری رو هم پیشگویی کرد که درست از آب در اومدن. اون برای 10 سال آینده حوادثی رو پیشگویی کرده که به صورت کوتاه با هم مرور میکنیم. تشکیل فدراسیون اسلامی ترک. در سالهای 2020 و 2021 مردم سوریه با برگزاری یک رفراندوم خواهان الحاق به ترکیه میشن. شرمان گفته که رفراندوم ها و انتخاباتی که پیش از اون رفراندوم در ارتباط با حاکمیت سوریه برگزار میشه باعث اتحاد و یک پارچگی همه اقوام سوریه نمیشه و سوریه به وضعیت پیش از جنگ خودش باز نمیگرده. اون گفته که حتی اگر سوریه به صورت فدراسیون هم اداره بشه، این وضعیت موقتیه. خانم دیدم شرمان گفته بعضی از مناطق سوریه و حتی بعضی از کشورهای دیگر اسلامی حکومتی در ارتباط با جمهوری ترکیه رو طلب میکنند، یا اینکه در این راستا برای برگزاری رفراندوم دست به کار میشن، چیزی شبیه اتحادیه اروپا. نوعی ساختار حکومتی با سیستمی مشترک، و روی این سیستم حکومتی شاید هم بتوان نام فدراسیون اسلامی یا فدراسیون اسلامی ترک رو گذاشت. خانم شارمان گفته که این وضعیت در تاریخ جمهوری ترکیه مهمترین واقعه‌ای خواهد بود که همانند افزایش مرزهای خارجی این کشور تجلی میکنه. از نظر جغرافیایی بزرگترین منطقه‌ای که به ترکیه الحاق خواهد شد مناطقی از سوریه است. سوریه خواهان حرکت مشترک با ترکیه میشه. شرمان گفته که پایان جنگ سوریه و توافق تمامی گروه ها در سال 2020 تحقق خواهد یافت. آزمایش جنگ بیولوژیک. در سال 2021 در سطح جهان روش‌های جنگ بیولوژیک مورد آزمایش قرار می‌گیرند. دیدم شرمان گفته که سلاح‌های بیولوژیک کشتار جمعی به تهدیدی علیه بشریت تبدیل می‌شوند و همچنین خبرهایی در مورد آزمایش‌های هسته‌ای خواهیم شنید. در سال 2021 ترکیه هم در نتیجه انتشار میکروب یا ویروس در معرض یک بیماری اپیدمیک خواهد بود. اهمیت محصولات ارگانیک. از سال 2022 به بعد زندگی و محصولات غذایی ارگانیک اهمیت پیدا می کنند. دیدم شرمان گفته که بعد از سال 2022 در تمام دنیا در رابطه با زراعت، تکنولوژی های جدید و بذرها روی روش های جدید کار میشه و این دوره تا سال 2027 ادامه پیدا میکنه. مردم به دنبال راه‌های بازگشت به زندگی طبیعی میشن. بانک بذر موجود در نروژ هم بزرگتر میشه. واحد پولی جدید. دیدم شارمان پیشگویی کرده که در سال 2024 واحد پولی جدید در دنیا رواج پیدا میکنه. اون گفته این اتفاق در ماه‌های آوریل، می و ژوئن سال 2024 روی خواهد داد. در اینجا لازمه یادآوری کنیم که این واحد پولی احتمالاً همین بیت کوین خواهد بود. بعضی از طالبین های ترک پیشگویی کردند که تا 5 سال دیگه دلار اعتبار جهانی خودش رو از دست خواهد داد و بیت کوین به صورتی سازمانی یافته در دنیا فراگیر خواهد شد. ارزشمند شدن استخراج از معادن. دیدم شرمان گفته که در سال 2025 اکتشافات معادن زیرزمینی افزایش پیدا میکنه و در مورد طبقات درونی کره زمین تحقیق خواهد شد. قدم های اولیه ایجاد کلونی در مریخ. در فاصله ماه‌های فوریه و سپتامبر سال 2028 قدم‌های جدی برای ایجاد کلونی در مریخ برداشته خواهد شد. دیدم شرمان گفته که ابتدا مواد خوراکی و بذر محصولات ارسال میشه. مسئله استفاده از انرژی خورشید و تأمین روشنایی حل میشه و برای متعادل سازی اکسیژن در کلونی هم اقداماتی انجام خواهد شد. فوران آتش فشانی بزرگ. دیدم شرمان پیشگویی کرده که در سال 2028 یه انفجار بزرگ آتش فشانی روی میده و بخش وسیعی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. احتمال وقوع این آتش فشان در منطقه دریاچه توبا در اندونزی و پارک ملی یلوستون در آمریکا بیشتره. ماشینای پرنده. دیدم شرمان گفته که در فاصله سالهای 2026 تا 2033 ماشینای پرنده
ماشین‌های پرنده بدون خلبان یا همون پهپادها و گذار به یک سیستم حمل و نقل جدید یا نوعی ماشین جدید به موضوع روز دنیا تبدیل خواهند شد. نظر شما چیست؟ موفق باشید.